اغلب شما تو این چند وقت اخیر حتما یه چیزایی درباره ماجرای پارک قیطریه تهران شنیدید. ماجرا از این قراره که شهرداری تهران شبانه تعداد زیادی از درختان کهنسال این منطقه رو که بعضن بین 90 تا 100 سال عمر اون درخت‌ها بوده رو قطع کرده. حصارکشی انجام داده و اعلام کرده قراره یک مسجد داخل این پارک ساخته بشه. مخالفت‌های زیادی در این چند روز شکل گرفته. گروه‌های مختلف از فعالین محیط زیستی تا حتی وزارت میراث فرهنگی در کنار شهروندان عادی و بستگان وقف کننده بخشی از زمین‌های پارک هم مخالفت خودشون رو با ساخت مسجد در این پارک اعلام کردن. ولی اشتباه نکنید، هیچ کسی با ساخت و ساز یک مسجد که محل عبادت و نیایش مردمه مشکلی نداره. مسئله چیز دیگه ایه. موضوع فقط به قطع یواشکی تعدادی از این درخت‌های کهنسال مربوط نمیشه. موضوع حتی بحث زمین و مساحت مسجدم نیست. موضوع چیزیه که دقیقاً زیر زمین در محوطه پارک قیطریه وجود داره. چیزی که خیلی از ماها احتمالاً دربارش هیچی نمیدونی. اما امروز میخوایم تو این ویدیو دربارش صحبت کنیم. به ساعت صفر پارک قیطریه تهران، میراث تمدن فراموش شده 3200 ساله در تهران خوش اومدید. سلام، خوش اومدید به یک ویدیوکست دیگه از کانال ساعت صفر. خوشحالم که همراه ما هستید و امیدوارم اگه تا الان ما رو دنبال نمی کنید الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. متشکرم. خیلی خوب، با مقدمه‌ای که اول ویدیو گفتم بیاید مستقیم بریم سراغ اتفاقی که در حال وقوعه. شهرداری تهران که باید بیش از هر ارگان و سازمانی محافظ، مراقب و مدیر این شهر سرمایه های طبیعی و میراث فرهنگیش باشه، از عجایب روزگاره که دست به چنین کارهایی برده. دوستان توجه کنید، موضوع فقط بحث غیر قانونی بودن قطع درختان 100 ساله این پارک یا تقابل بین مردم و مسجد نیست. بس اصلا چیز دیگه ایه. بس اصلی یک گنج 3200 ساله و گنجینه عظیمیه که زیر این پارکه. ازش چیزی نمیدونستید، مطمئنم. پس همراه ما باشید تا درباره این گنج نهفته تو این ویدیو صحبت کنیم. قبلش بیاید خیلی سریع ببینیم قصه این پارک و پیدایش و شکل گیریش چی بوده، چون قرار وصل بشه به داستان اون گنجینه. موضوع از این قراره. زمینی که امروز پارک قیطریه در اون ساخته شده متعلق بوده به خواهر ناصرالدین شاه قاجار و امیر کبیر هم یک ساختمون در اون میسازه. همین ساختمونی که امروز مرکز فرهنگی و فرهنگ سرای ملله، در واقع بازسازی شده همون ساختمونیه که امیر کبیر ساخته. در دهه 50 شهردار وقت تهران که خودش از نوادگان ناصرالدین شاه بود، با وقف قسمتی از زمین‌هایی که بهش ارث رسیده بود و خرید بخش دیگه از اراضی و بعد از اون تجمیع باغ‌های کوچیک و مختلف با باغ بزرگ قیطریه، این پارک رو برای استفاده عموم مردم ساخت و از اون به بعد پارک قیطریه اونجا ساخته شد. در اون روزگار، یعنی دهه 40 و 50، اثری از برج و ساختمان‌های انبوه توی این منطقه از تهران نبود. حتی تا دهه 60 و اواسط جنگ هم این پارک و طبیعتش مکان بسیار مطبوع، دلچسب، خوش آب و هوا و ساکت و آرومی بود برای مردمی که میخواستن اوقات فراغتی داشته باشن و از شهر تهران بیان بیرون و یه نفس بکشن. قصه از اونجا شروع میشه که در هول و هوش فروردین ماه 1278 هجری خورشیدی، یعنی بیش از 120 سال پیش، در یکی از تپه‌های همون اطراف سه شیء باستانی فلزی و هفت ظرف سفالی کشف میشه.
این ظروف در نزدیکی باغ قلهکی که متعلق بوده به سفارت بریتانیا پیدا میشه. قدمت اشیاء فلزی برمیگرده به اواخر هزاره دوم پیش از میلاد و ظروف سفالی هم حداقل 3200 تا 3500 سال عمرشون بوده. باستانشناسان در اون روزگار حدس میزدن که در منطقه قیطریه و تپه ها و دشت های اطراف اون منطقه باید آثاری از یک تمدن گم شده و ناشناخته رو پیدا کنن. چرا؟ به این دلیل که این سفال های خاکستری که اونجا کشف شد احتمالاً مربوط میشه به فرهنگ و تمدن های پیش از عصر آهن که در عمده سایت های باستانی نیمه شمالی کشور هم سفالینه هایی با این شکل و شمایل به دست اومده. بعضی ها نظریه‌ای داشتند که این سفال ها رو متعلق می دونستن به اقوام کوچرو آریایی که در 4000 سال پیش در تپه های قیطریه و دشت ها و جنگل های طبیعی اون منطقه ساکن شدن. تو این ویدیو کست قراره که یک فیلم بسیار کمیاب و دیده نشده از لحظه کشف گنجینه بزرگ قیطریه رو در دهه 40 برای شما نمایش بدیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. 43 سال بعد از کشف این اشیا در نزدیکی همون منطقه قبلی در باغ مهدی قلی خان هدایت، وقتی که یک مغنی داشت زمین رو حفر میکرد تا یک چاه بزنه، یک گور باستانی پیدا شد و این شد نشانه دوم از یک پیوستگی تمدنی در منطقه تهران از 4000 سال پیش. در اون زمان کارشناسا معتقد بودند که سابقه سکونت در شهر کنونی تهران 700 سال بیشتر نیست، اما با این کشفایی که انجام شد نظرها تغییر کرد. البته اینو بگم، تمدن و سکونت منطقه شمال تهران رو با شهر ری یا راگا قاطی نباید بکنیم. این نشانه ها خبری از یک تمدن 4000 ساله میداد. در سال 1318 کارشناس ها باغ و زمین های اطراف باغ مهدی قلی خان رو بررسی کردند، اما چیز زیادی دستگیرشون نشد تا اینکه در اواخر دهه 40 به هنگام ساخت و ساز یک ساختمون در زمین های فعلی پارک قیطریه یک کشف بزرگ اتفاق افتاد. وقتی که قرار بود برای ساخت یک ساختمان مسکونی گودبرداری انجام بشه، در میونه کار کارگران به چیز عجیبی برخوردن. بلافاصله کارشناسان میراث فرهنگی رو خبر میکنن و این میشه سرآغاز یک کشف بسیار بزرگ در شهر تهران. کشف بی همتا که بیانگر وجود یک تمدن ناشناخته با قدمتی بین 4 تا 3200 سال در منطقه شمال تهران میده. جناب آقای پروفسور سیف الله کامبخش فرد به عنوان سرپرست تیم باستان شناسی حفاری ها و گمان زنی ها رو در محوطه فعلی پارک قیطریه شروع میکنند. طی این حفاری ها 350 گور باستانی در بخشی از محوطه فعلی پارک پیدا میشه که همه اونها در عمقی بین 30 سانت تا 1 متر از این تپه ها قرار داشتن. از این گورها 2500 ظرف سفالی و ابزارهای فلزی از جنس مفرق، زیورآلات، آلات موسیقی، نیزه‌های شکار، گیره‌های سر و بسیاری از دست‌ساخته‌های بشر اون دوران به دست میاد. واقعا باور کردنی نبود، چرا که به یک بار باستانشناسا با یک محوطه باستانی روبرو شدند که با مساحت 15000 متریش در این منطقه از کشور بی سابقه بود. این مساحت بزرگ نشون میده که در این منطقه زندگی یک جانشینی بسیار امتداد داشته برای قرنها و بلکه هم هزاران سال. عمده سفالهای کشف شده در تپه قیطریه هم از نوع سفالهای سیاه خاکستری لوله‌دار و پایه‌دار بوده. این نوع سفال قبل از این هم در همون حوالی، یعنی توی نزدیکی باغ قلهک سفارت بریتانیا پیدا شده بود و بجز اونها
در تپه حصار دامغان، در تپه سیلک کاشان، در تپه گیان نهاوند، حسنلوی آذربایجان و گوی تپه ارومیه هم مشابه همین سفال به دست اومده. باستانشناسا اعتقاد داشتن که این ظروف ساخته دست اقوامیه که تا قبل از اینکه برسن به این منطقه از مناطق شمالی تر، یعنی هلوهوش بخش شرقی دریای کاسپیان و شمال شرق ایران وارد این بخش از کشور شدن. احتمال این وجود داره که این اقوام، میگم احتمال، تیره ای از اقوام آریایی کوچرو بودند که در 3 تا 4 هزار سال پیش از دو سوی دریای کاسپیان و مناطق شمالی تر به ارضهای جنوبی تر اومده باشن. افزون بر این ظروف سیاه خاکستری، نمونه های پراکنده ای از سفال های قرمز با نقوش سیاه هم در این تپه یافت شده و این میتونه بیانگر قدمت بالاتر این سرزمین باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در منطقه چشم علی در ری تهران ما سفال هایی داریم که رنگ سیاه دارن و نقوش قرمز رنگ روشونه و قدمت اون سفال ها هم 6000 ساله. اما از گورها و بقایای انسانی پژوهشگران چه چیزهایی متوجه شده؟ دفن اموات در این گورستان ها به صورت جنینی با دست و پای جمع شده و چنبات پی بوده، در حالی که نحوه قرار گرفتن اونها هیچ قاعده خاصی نداشته و یه وقتای صورتشون به سمت شرق بوده و گاهی چهرهشون به سمت غرب. این موضوع یه فرضیه رو مطرح میکنه. فرضیه اینه که مردگان رو در این گورها به سمت خورشید دفن میکردن. جدا از این، نقش خورشید به صورت 4 دایره موازی تو در تو هم روی ظروف سفالی این تمدن در قیطریه پیدا شده. با توجه به نحوه دفن مردگان و سمبول‌ها و نشانه‌های از خورشید که روی این سفال‌ها وجود داره، به نظر میرسه ساکنین تپه قیطریه در 3200 سال پیش باورمند به آیین مهر بودن. آیین مهر هم همینطور که احتمالاً میدونید از باورهای کهن آریایی هاست. علاوه بر اینها کشف دکمه های لباس، سنجاق سر، زیورالات و حتی خنجرهایی که احتمالاً همراه متوفی بوده گواه بر اینه که ساکنان این تپه باستانی اموات خودشون رو با لباس دفن می‌کردن. در این گورها کنار مردگان ظروف سفالین پر از غذای خشک شده و استخوان حیوانات اهلی هم وجود داشت. این موارد در کنار مردگان نشانگر اینه که این مردم به زندگی پس از مرگ هم اعتقاد داشتن. یه چیز خیلی جالبم در بعضی از گورها وجود داشت، واقعا باور نکردنیه. سرنیزه های برونزی رو در کنار مردگان رو به آسمان قرار میدادن تا به این وسیله از متوفی دفاع کرده باشه. احتمالا براتون سوال پیش میاد که اگر نظر آیین‌ها و باورها و تکنولوژی انقدر پیشرفته بودن، چرا من چند دقیقه پیش گفتم اقوام کوچرو؟ سوال بسیار مهمیه. ما شواهدی داریم که کوچرو بودن این اقوام رو حداقل در قرن‌های ابتدایی میتونیم باهاش اثبات بکنیم. شواهد از این قراره که از اونجایی که هیچ ساخت و ساز و بنای سنگی یا خشتی در محوطه قیطریه حداقل تا به امروز کشف نشده، به نظر میرسه در 2-3 قرن اول استقرار این مردمان در این ناحیه، این اقوام باید در چادرهای بزرگ یا ساختمانهایی ساخته شده از شاخ و برگ و پوست حیوانات ساکن شده باشند و عمده منابع غذاییشون هم از گیاهان طبیعی منطقه، شکار انبار گوز، آهو، بز کوهی و پرورش دامهای اهلی مثل گوسفند و گاو و گوساله که استخونهاشون در بعضی از این گورها به دست اومده تأمین بشه. اما برگردیم درباره تصمیم عجیب شهرداری و قطع شبانه درختان. یه موضوع دردناک دیگه هم وجود داره که به همین موضوع مرتبطه، اونم اینه که در زمان کاوش‌ها در محوطه قیطریه در انتهای دهه 40 و موقعی که گورها پیدا شد، تیم باستانشناسی بعد از چند فصل کاوش در محوطه تصمیم میگیرن دیگه کاوش رو ادامه ندن. اونم فقط به یک علت. علتشون این بوده: برای ایجاد گمانه های جدید و گسترش محوطه سایت باستانی لازم بود تعدادی از درختان کهنسال باغ‌های اون موقع که الان تبدیل شده به همین پارک قیطریه رو قطع کنن.
اما آقای کامبخشورد و تیمش تصمیم میگیرن که به خاطر قطع نشدن این درختان کاوش رو متوقف کنن. شاید در آینده به دلیل کهنسالی این درختان و خشک شدن طبیعیشون زمان مناسب تری باشه که کاوش ها رو ادامه بدن. البته این استنباط من. به همین علت گمانه های حرف شده و گورهایی که کشف شده بود رو با خاک پر میکنن و کاوش ها رو متوقف میکنن تا زمان مناسب تری رو بتونن برای ادامه فعالیت ها انتخاب بکنن. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ ما امروز شاهد اینیم که شهرداری که باید متولی محافظت از سرمایه ها و میراث شهرها باشه، شبانه و علارغم قوانین مصرح کشور که اجازه قطع درختان نزدیک به 90 تا 100 ساله رو نمیده، این درختان رو قطع میکنه. دوستان عزیز، همینطور که گفتم بخش عمده ای از این تمدن 3200 ساله هنوز زیر خاک پارک قیطری است و هنوز کاوش نشده. این میراث یک ملت 80 و چند میلیونیه که به امانت در لایه‌های خاک قرار گرفته و هر گونه ساخت و ساز به این صورت، به این شکل تیشه میزنه به ریشه این گنج‌های تکرار نشدنی و هویت یک ملت. جالبه بدونید در جای جای دنیا برای ساختمون‌ها و آثار باقی مونده از جنگ دوم جهانی که هنوز قدمتش به 100 سال نرسیده، چنان تشریفات و زرق و برق و جزئیات و منبع گردشگری و هزاران هزار ژورنال آماده می‌کنن. اما اینجا ما یک تمدن 3200 ساله در پیشانی شهر تهران داریم که زیر خاکه و قراره با لودر و بیل مکانیکی تار و پود فرهنگ نیاکان و اجدادمون از هم شکافته بشه. تازه به این موضوع ورود نمی کنم که در هنگام گودبرداری و ساخت و ساز امکان داره چه گنجهای با ارزشی به شکل قاچاق مخفیانه از محبت خارج بشه. والله هیچ کسی در این سرزمین با ساخت عبادتگاه، مسجد و نیایشگاه که محل عبادت و نیایش مردم باشه مشکل نداره. چرا تا قبل از این ما هیچ جا در کشور شاهد این نبودیم که مردم برای ساخت یک مسجد تجمع بکنه؟ برای تهیه و تولید محتوای این ویدیو ما از این منابع استفاده کردیم. اگر علاقه‌مندید میتونید برای مطالعه بیشتر خودتون هم به این منابع رجوع کنید. جغرافیای تاریخی شمیران نوشته جناب آقای منوچهر ستوده، باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد نوشته آقای حسن طلایی و آثار تاریخی ایران نوشته پروفسور سیف الله کامبخشفرد که از همینجا خدمت روح پاک ایشون و زحمت‌هایی که برای فرهنگ این کشور کشیدن درود می‌فرستیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم اگه تا الان ما رو دنبال نمی‌کنید از این به بعد مشترک کانال ما بشید.